سلام بر شما، با خبر های این ساعت خوش آمدید. در با سرخط چند خبر. کشته و زخمی شدن شمار افراد در حمله انتحاری در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات. عکس العمل رئیس جمهور غنی در برابر اظهارات اخیر احزاب سیاسی در مورد انتخابات. و روز یکشنبه اعلام ماتم ملی در پاکستان در پی کشته شدن 130 تن در حمله اخیر در بلوچستان. مشروع خبرها، من رابعه ابراهیم خیل هستم. حمله انتحاری در سرک دارلمان در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات رخ داده است. مقامات امنیتی با تایید این حادثه می گویند که حمله کننده پیاده بوده است. قماندانی امنیه می گوید که این حادثه شمار افراد کشته و زخمی شدند. حمله زمانی رخ داده که کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات در حال بیرون شدن از وزارت بودند. در حمله انتحاری در شهر کابل 20 تن کشته و زخمی شدند. این حمله در مربوطات حوزه ششم در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات به وقوع پیوسته است. یک منبع امنیتی در منطقه به تلویزیون شمشاد گفته است که هدف حمله کننده موتر لکسس مؤسسه خارجی به نام اکتد بود. منبع میگوید در موتر لکسس 5 تن وجود داشتند که 2 تن آنها خارجی و 3 تن دیگرشان افغان ها بودند که همه آنها شدیداً زخمی شدند. با گفته منبع حمله کننده پیاده بود که در مجموع 7 تن در آن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات در نزدیکی محل حادثه منزل یکی از پسران سبقت الله مجددی و همچنان پارکینگ وزارت احیا و انکشاف دهات موقعیت داشتند. مسئولیت این حمله را تا حال کدام گروه بر عهده نگرفته است. رئیس جمهور غنی به احزاب سیاسی گفت که محبوبیتشان را در بین مردم از دست دادند. وی باور افزود که قانون را بالای سرمندان تطبیق می کند و این خواست مردم را برآورده خواهد کرد. رئیس جمهور غنی همچنان در مورد نشست عربستان سعودی گفت که علمای دینی مشروعیت جنگ را از بین بردند که بهانه دیگر باقی نمانده است. بالاخره رئیس جمهور غنی عقده دل خود را بالای سیاسون خالی کرد و آنها را چلنج کرد که جواب بحران 40 ساله را باید بدهند. رئیس جمهور غنی میگوید سیاسون در بین مردم جای ندارند و ادعای نمایندگی مردم را باید نکند. پیام رئیس جمهور به تمام جریان‌های سیاسی بود که روز گذشته در کابل گرده هم آمده بودند و بر پروسه جاری انتخابات انتقادات داشتند. سه وقت ولس دوی تا اختیار ور کړی و کوار کړی چې دی ولس استازی تو بود. زده افغانستان دی ولس ولس مشرب. د افغانستان د ولس پر رای باندې دلته کېناستله. نه زور مې درلودل، نه زر مې درلودل، د ماغزه له برکت نه مې دلته راغله. راسي په میدان د انتخاباتو کې داخل سي، کومه ازادۍ بنده سوې ده؟ چا مخه نیول سوې؟ میلیارد کنځلۍ کوي، کومه ده د دوی طرحه؟ څلوېښت فیصده چارې دوی په لاس کې وي. وای در جواب از سوالات خبرنگاران گفت تطبیق قانون بالای زورمندان خواست مردم است و او خواست مردم را بر آورده خواهد کرد. با گفته رئیس جمهور زورمندان اکنون در تمام کشور به یک مشکل مبدل شده و اگر بالای آنها تطبیق نشود در آن صورت صلح و ثبات با چالش روبرو خواهد شد. افراد مسلح غیر مسئول در سراسر کشور به یک معضله بدل شدند. عملیات فاریاب، اورزگان، فرا و سایر عملیات ها به اساس خواست مردم بوده و مردم تقاضای حاکمیت قانون را دارند. اگر قوای امنیتی ما ممثل حاکمیت قانون نباشند، صلح با چالش روبرو خواهد شد. وای به اشاره به کنفرانس سعودی گفت علما با رسالت اسلامیشان مشروعیت دینی جنگ جاری را به طور کامل گرفت و اکنون طالبان برای ادامه این جنگ هیچ دلیل ندارند. دغو دینی علما و خپل اسلامی رسالت سره د جوان د روان جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنگ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. اوربان ثابته کړه چې طالبان جګړې نه ستړي شوي دي او زموږ عظیم ولس
سوله غوری. رئیس جمهور غنی که بعد تازگی از نشست ناتو برگشته گفت ناتو همراهی وی تعهد کرده که بعد از تمرکز بیشتر آن بالای اولویت ها و خلاها خواهد بود تا مؤثریت کمک ها بیشتر گردد. د ناتو سازمان د سیم په هیوادونو غاکو کرد چې د افغانستان د سولې په برخه که مثبت نقش ولوبوي او د افغانستان حکومت سره د سولې په کامیابولو همکاری وکړي. ناتو گفته است به کمک های خود تا پایان سال 2024 ادامه خواهد داد. حکومت افغانستان باور دارد که بعد از این آماده به خود کفایی می شود. سیاسیون از تمام مردم نمایندگی کرده نمی توانند و فیصله در مورد انتخابات در اختیار آنها نیست. رئیس جمهور غنی در پاسخ به فیصلگی روز گذشته احزاب گفته است احزاب سیاسی سرنوشت انتخابات را تعیین کرده نمی توانند و سیاسیون باید مسئولیتشان را در شرایط کنونی بشناسند. با این حال کمیسیون انتخابات خواسته های احزاب را از وقت گذشته می داند که پذیرفتن آن اکنون دور از امکان است. سیاسی گوندونه هغه وخت د لاسه ورکړی دی چې کمیسیون په دې کې تجر نظر وکړي. درې مهمې مرحلې تکمیل شوي دي چې اوله مرحله، دوهمه مرحله، درېیم مرحله. د دوی نظریاتو، پیشنهادونو او همدارنګه انتقاداتو ته په پوره احترام د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل محل ویش له مخې، د تقسیم اوقات له مخې مخ پر وړاندې ځي. آمدن جنرال دوستم یقینی شد. رئیس جمهور غنی میگوید جنرال دوستم معاون اول به آینده نزدیک به افغانستان برمیگردد. افراد نزدیک به دوستم میگویند ممکن جنرال دوستم در جریان همین هفته به کشور برگردد. از سوی دیگر آگاهان میگویند اگر با آمدن دوستم قضیه وی همین گونه باقی بماند، به احترامی بزرگ به قانون اساسی خواهد بود. برای توجیه شرعی جنگ بهانه طالبان خاتمه یافته است. مشان ناجرگه میگوید طالبان با توجه به کنفرانس سعودی دیگر از فتوای ملاهای پاکستانی بیرون شوند و از این جنگ ناروا دست بردارند. با این حال نماینده جوزجان در مشان ناجرگه ابراز نگرانی کرد که تظاهر کننده ها در شمال راه عمومی را بسته کردند که برای مردم درد سرساز شدند. بعضی سناتوران از رئیس جمهور خواستند که بعضی از اعضای بوریسرگه افراد مصالح غیر مسئول دارند که باید در برابر آنها نیز اقدام شود. عربستان سعودی یک بار دیگر تعهد کرد که آماده هر نوع همکاری در بخش صلح افغانستان است. سفیر عربستان سعودی در کابل میگوید با تمام توان در بخش تامین امنیت در افغانستان تلاش خواهد کرد و در این بخش از همکاری های مالی خود نیز دریغ نخواهد کرد. از سوی دیگر این کشور یک بار دیگر 150 تن خرما را با افراد بی بضاعت در افغانستان کمک کرد. و مؤتمر عقد تحت مظله منظمه هدف عربستان سعودی واضح است. هدف ما کمک به مردم افغانستان و تلاش ها برای صلح است. ما همیشه همراه مردم افغانستان هستیم و با تمام توان خود در بخش صلح تلاش می کنیم. امسال 30,000 حجاج به خاطر ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند. وزارت حج و اوقاف میگوید امسال به حجاج افغان نسبت به حجاج کشورهای زیاد آسیای جنوبی خدمات خوب ارائه خواهد شد. وزارت اطمینان میدهد که انتقال حجاج بر اساس جدول زمانی انجام می شود و به خاطر رهنمایی حجاج 600-500 معلم به وظیفه گماشته شدند. در یک هفته گذشته شمار مکاتب در بخش‌های مختلف کشور با آتش کشیده شدند که در مورد چگونگی آن گزارش‌های ضد و نقیض وجود دارد. وزارت معارف میگوید طالبان از بسته نمودن مکاتب گفته بودند، اما در مقابل نپذیرفته شدن گفته‌های آنها مکاتب را آتش زدند. با این حال وزارت امور داخله برای مسئولیت مکاتب و شاگردان به گونه غیر مستقیم از تطبیق یک پلان خبر داد. تجارت و ترانزیت افغانستان با کشورهای منطقه در حال گسترش است. وزارت تجارت میگوید تجارت سالانه با چین 1 میلیارد دلار است، اما اکنون که ازبکستان به انتقال تولیدات افغانستان در خاک خود اجازه داده، صادرات زعفران، جلغوزه و سنگهای مرمر افغانستان به بازارهای چین بیشتر خواهد شد. تجارت سالانه هند و افغانستان از 600 میلیون دلار بیشتر شده و گفته می شود که این تجارت از یک روز به روز دیگر گسترش خواهد یافت. خبرهای جهان لحظات بعد. در ادامه چند خبر از جهان.
حکومت پاکستان روز یکشنبه را ماتم ملی اعلام کرد. این ماتم ملی بعد از آن اعلام می شود که در حمله بالای نشست کمپاین در بلوچستان دو روز قبل 130 تن کشته شدند. به گفته مقامات در این حمله بیشتر از 200 تن دیگر زخمی شدند. در این انفجار کاندید انتخابات آینده نیز کشته شده و مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است. از یک هفته گذشته به این طرف این 30مین حمله است که نشست های مرتبط با کمپاین های انتخاباتی در پاکستان را مورد هدف قرار می‌گیرد. قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان به تاریخ 25 ماه جاری جولای برگزار شود. در حملات تازه هوای اسرائیل حدود 15 جوان فلسطینی کشته و زخمی شدند. در این حملات 2 تن کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات صحی وضعیت صحی مجروحین را نیز نگران کننده خواندند. اسرائیل این حملات را بالای شمار مناطق غزه در نزدیکی سرحد انجام داده است. از حدود 3 ماه گذشته و این طرف در امتداد سرحد اسرائیل تظاهرات جریان دارد. این تظاهرات بعد از آن شدت گرفت که آمریکا بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. ترامپ در خاک مادری خود با تظاهرات گسترده روبرو است. بر ضد سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اسکاتلند نیز تظاهرات گسترده جریان دارد. مظاهره کنندگان یک بار دیگر ترامپ را متعصب و تفرقه انداز دانستند و پالیسی مهاجرت وی را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اسکاتلند نیز با تظاهرات گسترده روبرو شد. ترامپ میگوید به خاطر این با اسکاتلند محبت دارد که مادرش در همین جا به دنیا آمده و این مکان مادریش است. اما ترامپ در کشور مادری خود نیز با استقبال مردم روبرو نشد. مظاهره کنندگان بر ترامپ انتقاد کردند که وای شخص تفرقه انگیز است و میخواهد مردم را از هم جدا سازند. چیزی که در امریکا جریان دارد، دوستان ما در مورد آن بسیار نگران هستند، به خاطر که همه چیز به بحران مبدل شده. ترامپ در بین مردم تفرقه اندازی می کند. وای به سطح بین المللی در مردم بی اتفاقی پیدا کرده. من از ناتو حمایت نمی کنم، اما وای می خواهد که تمام جهان از هم جدا شود، حتی اتحادیه اروپا هم. بعد از تظاهرات گسترده در لندن، اکنون در اسکاتلند نیز بر ضد ترامپ تظاهرات آغاز شده است. مظاهره کنندگان از ترامپ می خواهند که بهتر خواهد بود که ترامپ دوباره به کشور خود برگردد. وای یک نژاد پرست است. وای بر ضد زنان نیز است. دونالد ترامپ فهرست خواص بد است. من فکر می کنم که وای باید به هتل تورنبیری نرود و پس به کشور خود امریکا برگردد. مظاهره کنندگان بر ضد ترامپ شعار دادند که مادر خودت نیز یک مهاجر بود و ما ترامپ نمی خواهیم. قرار است که ترامپ فردا به هلسینگی برود و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات نماید. در آتش سوزی های شدید در جنگلات کالیفرنیا کارمندان اطفایه نیز سوختند. در بین کارمندان اطفایه یکی آن به دلیل سوختگی جان باخته است. این آتش سوزی که هفته گذشته آغاز شده بیشتر از 60 هکتار زمین را سوختانده است. گزارش ها می رسانند که کارمندان اطفایه با وجود تلاش ها نتوانستند که این آتش سوزی را مهار سازند. در این آتش سوزی تا حال بیشتر از 40 تن کشته و زخمی شدند و بیشتر از 100 منزل رهایشی از بین رفتند. در جنگل های ایالت هاواوی نیز تا حال آتش خاموش نشده است. از توجه و همراهیتان به خبرهای این سجان سپاس. وقت بخیر، خدا نگهدار.